میدانهای اعتراض در عراق، بغداد، یورش نیروهای امنیتی، درگیری با معترضان و سرانجام برچیدن چادرهای معترضان در میدان التحریر. ما معترضان مسلمت‌جو هستیم. تو میدان التحریر نشسته بودیم که نیروهای امنیتی اومدن. پل الاحرار رو باز کردن، چیزی نگفتیم. پل السنک رو باز کردن، چیزی نگفتیم. بعد از اون به سمت ما اومدن و گلوله و گاز اشکاور شلیک کردن. اقدام نیروهای امنیتی پس از حدود 4 ماه حضور خیابانی معترضان. چادرهایی که معترضان از آن هم برای تحصن و هم به عنوان درمانگاه‌های سیار برای درمان استفاده می‌کردند، ابتدا به آتش کشیده و سپس برچیده شد. والله بعض الخيام رفعت اللي كانت تدعم ساعه التحرير رفعت. بعضی چادرها که برای حمایت از معترضان نصب شده بود برچیده شدند. این یعنی تضعیف تظاهرات اعتراضی، منع اون و دادن چراغ سبز به نیروهای امنیتی برای حمله به معترضان، کشتن و دستگیری اونا. گویا در این دیکتاتوری جدید همه این روش‌های سرکوب آزاد شده. درگیری‌های ناشی از یورش نیروهای امنیتی شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. تعدادی از معترضان هم بازداشت شدند. اقدام نیروهای امنیتی پس از موج جدید اعتراض‌های ضد دولتی صورت گرفت. گامی که در آن معترضان اقدام به بستن جاده‌های اصلی برای مجبور کردن دولت به عمل به خواسته‌هایشان کردند. اقدام نیروهای امنیتی در مناطق دیگر عراق از جمله بصره هم تکرار شد. در بصره نیروهای امنیتی با بولدوزر چادرهای معترضان را برچیدند. اما پلیس بصره میگوید در به آتش کشیدن چادرها نقشی نداشته. ساعت 2 بامداد به ما گزارشی درباره برخی درگیری‌ها در چادرهای تحصن رسید. با سرعت حرکت کردیم، اما همانطور که می‌بینید ویرانی کامل چادرها را دیدیم. تحولاتی سریع در عراق که تاکنون به زیان حرکت اعتراضی بوده. تظاهراتی که در اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی آغاز شد، اما به سرعت به اعتراض علیه همه هیئت حاکمه تبدیل شد. دولت مردانی که معترضان آنها را به فساد متهم می کنند. اعتراض هایی که در آن علیه ایران که حامی برخی احزاب حاکم است شعار سر داده شد. اما تحولات سریع پس از ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و ابو مهدی المهندس، نایب رئیس هیئت 8 شعبی در حمله پهپادی آمریکا به نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد آغاز شد. تحولاتی که به تظاهرات روز جمعه علیه حضور نیروهای آمریکایی در عراق انجامید. تظاهراتی با دعوت مقتدا صدر، رهبر جریان صدر. و سرانجام پاکسازی میدانهای اعتراض توسط نیروهای امنیتی. و اکنون سوال این است که در این شرایط آیا حرکت اعتراضی در عراق توان ادامه راه خود را دارد یا نه؟ ایلیا جزائری، رادیو فردا.